شما بیننده ای ادامه برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین. هشته همین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود بزرگ بر همه شما هموطنان عزیز و گرامی ما گرامی باد. و در این قسمت از برنامه هم روی موضوع بسیار مهم هم صحبت بکنیم در مورد شخصیت و همچنان در مورد آرمان های مسعود بزرگ میخوایم صحبت دا داشته باشیم با مهمان خیلی عزیز و گرامی که با ما هستن آقای مجتبا دقت فعال اجتماعی بسیار خوش و این صبح شما بخیر تشکر از شما ممنون از دعوتتون خیلی سپاس در ابتدا میخوایم که در مورد شخصیت جزبایی قهرمان ملی کشور شهید احمد شای مسعود بر ما با یاد نام پروردگار عالم ارزاده به احترام خدمت شما اتاف دعا داریم بر حوادث اخیری که در کشور خیلی خونین بود خانواده ها خیلی متظاهر شدن تا داریم بر روی جان باختگانشان و همچنان در ماه محرم قرار داریم نهم محرم است بر عزاداران حسینی همچنان تسلیت میفرستیم از شهدای کربلا رو و حالا در اجهامین سال روز قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود و هفته شهید قرار داریم هفته شهید تنها منصر به قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود بزرگ نیست بلکه میلیون ها که در جهاد و مقاومت افغانستان و همچنان در دهه دموکراسی که 19 سال 18 سال میشه ما شما کردیم شامل میشه و مسعود بزرگ مانند سایر شخصت های دیگر در افغانستان از کرکتر و شخصت م... به خصوص خود برخوردار بود ما شما شاید از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه هستیم از لحاظ سیاسی با مشکلات مواجه اما در میان کشورهای هستیم که فخر بزرگ تاریخ در اختیار خود داریم مثلا ما شما 5000 سال تاریخ داریم بزرگترین دانشمندان دنیا داریم از لحاظ مثلا ابو ریحان البیرونی مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی غازی امان الله خان وزیر محمد اکبر خان ملا مشکالم احمد چای و در این افغانستان در صد سال پسین و فعلا در, در جنگ های پارتیزانی و جنگ های شیاریکی شخصیتی به اسم احمد چای مسعود بزرگ حتی بالاتر از نین و چکوارا در جهان عرض اندام کرده آها بسیار علی آه بدون شک قهرمان ملی کشور شخصیت داشت که حتی در تاریخ هم بیاد ماندنی هست و حتی در مورد دانشمندان کشورهای مختلف هم کتاب ها و مقاله های مختلف هم نوشته کردن حالا می که در مورد کارها و فعالیت های مسعود بزرگ بر ما معلومات بتین که چه کارهای فرهنگی را بیشتر دوست, دوست, داشت و برای مردم انجام داد اما طوری که شما فرمودین در هایتان در حال حاضر درباره شخصیت و کرکتر احمد مسعود بزرگ و کارنامه های نظامیش تنها به زبان انگلیسی یک سی انوان کتاب در جهان چاپ شده که در هیچ شخصیت دنیا در مورد, در مورد شخصیتش و کرکترش و کارنامه هایش چاپ نشده کارهای فرهنگی مسعود بزرگ شما میدانین که وقت قشون سرخ شوروی بر جهان و افغانستان حمله کرد بیشتر کارهای نظامی داشت و در معرکه بود با, با دشمنش با کسایی که افغانستان اشغال کرده بودند در پهلوی از او کارهای ماندگار فرهنگی کرده که شما نظیرش در دیگر جنگ ها ندارین شما فلم های را میبینین در عرصه, جنگ که هیچ امکان نداشت شما یک کمرمند با در تو در شرایط امروزی خیلی دشوار است که صحنه های نبرد فیلم برداری کنه اول شما ببینید که ده ها فیلم داره ده ها کارنامه های واقع. هنری و فرهنگی داره همچنان آهنگ های انقلابی که در روز زمان ساخته می شد به خاطر نیرو, بخش... نیرو دادن و انرژی دادن به نیروهایش او هم ماندگار در او شرایطی که بسیار امکانات اندک به دست می آورد و کمک هایی که از جامعه جهانی در وقت به جبهه پنچیر و جبهه احمد شاه می میشد کمتر از دیگر فرماندهان بود و کارهای فرهنگی خیلی عظیم کرده در اصل فرهنگ یکی از نمونه های از او وقت خبرنگار انگلیسی خواست از او سوال کنه در مورد تسلیم شدن و بسیار مسائل که خب افغانستان این گوشش به دست طالبان سقوط کرد این گوشش هم میگیره خودت مقاومت کردن نمیتونی دیگه احمد شاه مسعود برد و دوستای فرهنگی که خارج از کشور بود با اونها تماس گرفت که آیا کتاب افغانستان در مسیر تاریخ که نویسنده از او یک نویسنده معروف ما به اسم غبار است به انگلیسی ترجمه شده یعنی بحط. که تا حال شما از مرگ غبار تا حال تقریبا 50 سال تیر میشه کسی به این فکر نبود مسعود بزرگ با دو شخصیت فرهنگی افغانستان در خارج از کشور تماس برقرار کرد و کتاب افغانستان در مسیر تاریخ به زبان انگلیسی ترجمه کرد تا مردم جهان از دید و عینک پاکستان و کشورهای عربی به افغانستان نگاه نکنند باید با, با لحاظ تاریخی و تاریخ افغانستان بخوانند و زبان خودشان تا پی برند که مردم در افغانستان هستند که تسلیم زور و تسلیم استم نخواهند شد بسیار در مورد روابط مسعود با جهان صحبت بکنین که اصل لحاظ روابط سیاسی چگونه بود احمد شاه مسعود بزرگ بسیار حرف های ماندگار به خود داره وقتی پرسیدن که چی خواستم یک حکومت میخوایی گفت که ما حکومت میخوایم که هم با خود زندگی کنیم و هم با دنیا همان طوری که از آغاز جهاد ارتباط خود با دنیا محکم نگه داشت با زبان فرانسوی با زبان های عربی و همچنان با ترجمه زبان فارسی به انگلیسی با کشورهای مختلف مصاحبه انجام داد و آنها سابدارشیو خودان دارن ما میتونیم رو در یوتیوب هم ببینیم و با تمام دنیا روابط برقرار کرد روابط دوزانه برقرار کرد تا وقتی که سقوط آخرین حکومتی که از طرف مسکو حمایت میشد در کابل ادامه داشت با تاسف وقتی که پیروزی مجاهدین شد داخل کابل از نیرو و از امکاناتی که در خارج از کشور به وجود آورده بود محسود استفاده کرد ولی عمق تجاوز بیش از حد بود نتوانست که اونها را قانع بسازد که سفارتاشون در کابل بعد از پیروزی هشت سور باز نگه دارن و ای بتونه حکومت دولت اسلامی را تقویت بشه و با روابط خود با جهان حفظ کنه بله دقیقا و ببخشید در سفر اخیر خود که به فرانسه داشت در اپریل 2001 عمق تروریسم و فاجعه ای که تروریسم به جهان آفرید و بعد مردم افغانستان روا داشتن از بار آقای بش پیام فرستاد و ای از روابط نیک مسعود بود که خانم نیکول فانتین رئیس پارلمان اروپا در دو ماه در سال 2000 از مسعود تقاضای دعوت کرد به فرانسه و در سال 2001 از جناب احمد شاه مسعود پذیرفته شد رفت با دنیا گپ زد و با نمایندگان دنیا و با خبرنگاران که صحبت کرد و تمام سوال های را پاسخ راه کرد و بود شخصیتی سیاسی مسعود به جهان معرفی شد بله دقیقا از بود معنوی هم می که در مورد شخصیت احمد شا مسعود صحبت بکنین امروز هم می بینیم که همگی بدنبال جمعوری پول بدنبال جمعواری سروت بیشتر بدنبال داشتن موتر بدنبال داشتن خانه است مسعود بزرگ از این لحاظ چیگونه بود؟ احمد شا مسعود بزرگ یک شخص کرسماتیک بود همیشه دوست داشت که هم نو مردمش باشه زندگی خیلی فقیران را داشت از مردم عادی هیچ تفکیک نبود ما یک مسئله دیگر هم میخوایم با خدمت تران کارهای فرنگیش میخوایم بگویم که او از زیاد نمانه مسئول بزرگ یک رهبری رهبر است در سطح افغانستان که بیشترین مصاحبه انجام داده با خبرنگاران بسیار روابط خوب با خبرنگار داشت هیچ وقت انتقاد نمیشد عصبانی نمیشد مردم خود پاسخگو در برابر مردم و ملت خود میدانست و همچنان کارهای معنوی که احمد مسود داشت بیشتر فکر میکرد کمی سطح زندگی مردم در چه سطحی است باید به مانند اون سطح زندگی مردم باش البته مسعود کسی که ثروت می دو از رای حلال از راه درستش بد اسم آورد مخالف از او نبود اما هیچ گاه خودش علاقه نداشت که زندگی بسیار بلند داشته باشه و مردمش در فقر زندگی کنند و مسعود با همیشه کتاب میخوان مطالعه میکرد با حافظ شیرازی و امام غزالی و سایر چیز فرهنگی کتاب فرهنگی که بود در درسه <مسخن> شعر در ادبیات در ارسی داستان اونا را میخوان مطالعه میکرد <مسخن> و از او استفاده میکرد حتی شاهنامه میخوان و از جزیات شهنامه که در شهنامه نهفته است در کارهای رسمی خود استفاده می بسیار علی. شما در جریان صحبتاتون هم بیان کردین که مسعود همیشه در مقابل مردم خود پاسخ بله. بود میشه در مورد از این هم کمی بیشتر تفصیلات بتین که چگونه در مقابل مردم همیشه پاسخگو بودند بودن و همیشه به سوالات مردم جواب میدادن تقریبا از لحاظ فیصدی 20 فیصد تا 30 فیصد فیلم هایی که در یوتیوب نشر شده از تامینات نظامی احمد شاه مسعود است تقریبا 20 فیصد از او از سخنرانی است که به مردم انجام میده و تقریبا 50 فیصد سخنرانیاش هم با خارجی ها هم با داخلی ها با خبرنگاران بود در مورد وضعیت سیاسی سخن میگفت در مورد کارکرد های جبه مربوط به خودش و سایر مجاهدین و مردم پاسخگو بود و سوالاتشون جواب میداد و هیچ از سوال کردن هراس نداشت و همیشه مستقیم بود آدم رک راست بود و هیچ وقت از مردم چیزی را پنهان نمیکرد و سیاستی که در مورد افغانستان بود با مردم افغانستان را تعریف تعریف شده و برشان تعریف میکرد خیلی حالی در مورد روابط احمد شاه مسعود با دوستانشان هم صحبت بکنین که چقدر روابط صمیمانه و دوستانه داشتن و بیشتر دوستانشان را از کدام اخشار و کدام طبقه تشکیل بسیار خوب شما کمتر رهبری را دست جهان دست افغانستان می‌بینید که با مردم روابط بسیار عمیق داشته باشد مسعود وقتی که از دانشگاه پل تکنیک میره به طرف ج... به طرف جنگ و آغاز جنگ شروع میکنه با روزها بیشتر با مردم افت عمق داشت و بیشتر با مردم روابط نیک برقرار کرده بود با تمام مردم افغانستان و همچنان مسعود خود پاسخگو مردم می داشت و بسیار دوست داشت مردم سر مردم اعتماد میکرد صلاحیت میداد و نظارت دقیق میکرد امروز امروز بخواین بخواین از حتی در نظام فعلی بخواین صلاحیت بگیرین بسیار به برخورد شکامیس مورد توجه قرار میگیرین مسعود هیچ گای سرکس شک نمیکرد برای صلاحیت میداد اعتماد اعتماد میکرد و بررسی جدی داشت از کار کردش همین راز موفقیت مسعود در ارتباط با دوستان شخصیش بود که شما صحبت بسیار علی در مورد آرمان های مهم و عمده احمد شما مسعود هم صحبت بکنین که بزرگترین آرزویشان چه بود دقیقا ما یکی از آرزوهای من می بود که ما باید آرمان شهید احمد مسود مسعود تعریف کنم که متاسفانه از او سوی برداشت میشه آرمان مسعود بزرگ بسیار واضح روشن بود داشتن افغانستان مستقل که خودش استقلال سیاسی داشته باشه استقلال اقتصادی داشته باشه با توجه به شرایط موجود روز و عمق تجاوز یک کشور بیگانه بر کشور ما ما دارای کشور کشوری هستیم که استقلال داریم حاکمیت سیاسی داریم حاکمیت ملی داریم تمام ما، الحمدلله حفظ است وحدت ملی را میخواست افغانستان نمیخواست که طرف باشه منان دیگر کشورها طرفدار یک سیاست مستقل بود و همچنان میخواست یک کشور آباد آزاد باشه متاسفانه در سال 1380 جام شهادت نوشید و, و, و اگر شهید نمیشد احمد مسعود تمام طوری که در عرصه سیاسی و در عرصه نظامی نابغه بود میتونست در عرصی آبادانی کشور سهم فعال خود را بگیره که متاسفانه ما را ندیدیم و همچنان به خاطر تاریخ در مورد احمد مسعود قضاوت نادرست نکنه وقتی که احمد مسعود در پنچیر بود کلینیک های ایجاد کرده بود مکاتب ایجاد کرده بود و دانشگاهی را که امروز تقریبا 25 هزار یا 20 هزار محصل در یک وقت درس میخوانند دانشگاه به اسم ابو, ابو ریحان البیرونی در کاپیس ها ایجاد نمود کو هم در شرایط دشواری که مردم نان خوردن نداشت و ای به فکر یک دانشگاه بود ای نشان هندی است که یک مرد بزرگ و با فکر امیدوار با های دور چگونه در فکر ملتش بود و چه خصم به مردمش میاندیشید که چیکارهای را انجام بدن بله از دید شما در حال حاضر تا چه اندازه راه و روش مسعود در افغانستان در نظر گرفته همیشه و مردم تد مسعود بزرگ آرمان داشت که باید بالای کشورهای در افغانستان که مداخله میکنند فشار از طرف جامعه جهانی وارد شود از لحاظ سیاسی که بالای افغانستان تجاوز نکنند و جلوی تجاوزشان گرفته شود متاسفانه بعد از بان یک سلسله مشکلات قومی مشکلات نظام بر سر قدرت به وجود آمد که او آرمان مسود تا حالا به وجود ولی کمتر به او پرداخته شده که مسود میخواست فشار بیشتر بالای پاکستان که مساله تروریسم است طالبان القاعده و پاکستان که میخواست اینا, اینا تروریسم حمایت میکنن بالا از فشار انداخته شود تا از مداخلات در افغانستان جلوگیری شود ولی به خواسته مسعود تا حالا ما نرسیدیم باید به خواستش برسیم که پاکستان جلو مداخلات از افغانستان گرفته شود و مسعود خواستار روابط دوستانه با تمام دنیا داشت هیچ <applause> وقت نمیخواست که با فلان کشور دشمنی کنه مگر بر اساس منافع ملیش و شما شاهد بودین در مقاومت با وجودی که همه قدر مشکلات بر سر مسعود بود هیچگاه طالب با پاکستان عربستان سعودی امارات نتوانستند که کرسی ملل متحد از دست احمد شاه مسعود و نیروهای وابسته به احمد شاه مسعود و طالبا را حاکم بسازند طالبان از گروه اشغالگر شناخته شد و مسعود همچنان کرسی سازمان ملل متحد به نمایندگی از عظمت افغانستان اصول حفظ کرد و خواستار یک روابط بسیار دوستانه با تمام جهان بود منفی کشورهایی که در افغانستان تجاوز میکردند و چشم حقیر میشمردند افغانستان بله مشخصا دیدگاه احمد شاه در مورد گروه طالبان چی بود احمد شاه چندین بار از طریق سازمان ملل متحد با وجودی که جنگ میکرد در تاشکند ازبکستان اینا گفتگوهای صلح را با طالبان انجام دادن ولی مسعود به خاطر حقوق بشر حقوق زن و انتخابات حق رای حق جمهوریت هیچ گاهی حاضر نشد که با طالبان تن بده حتی طالبان پیشنهاد کرده بودند که ما 40 فیصد حاکمیت افغانستان را به اختیار بدیم قدرت برات میتیم ولی بیا با ما یک جا بپذیر هرگز هرگز امارات نپذیرفت گفت امارات شما تجاوز است و شما به زن و مرد به حقوق بشر با حقوق و حقوق انسان و دموکراسی انتخابات باور ندارین و ای یک صدمه بزرگ است اونها را اجگاه نپذیرفت و از پیشش در فرانسه سوال شد که درباره طالب چگونه شما دیدگاه دارین طالب یک گروه مزدور به فرهنگ و فقط پیام خشونت داره به جز از جنایت وحشت تهجر تندروی هیچ چیز در فکر طالب نمی آید و طالب هیچگاهی فکرش تا بالا فراموش نشده امروز ما مذاکرات سلح را با طالبان داریم که شما دیدین که زنان با گروله بسته میشن در استودیوم فوتبال زنان کشته شدن بینی زن در هلمند کشته شد تمام انجینرا دکترها کسایی که در نظام کار میکنن کسایی که روشن فکر هستن با تیر بسته میشن با جرم از چرا در نظام کار میکنیم طالب هیچ فکری برای نظام ساختن ندارد طالب یک گروه مزدور پلید بی بیریشی است که فقط فکرش اشغال افغانستان است و میخواه افغانستان صوبه پنجم پاکستان بسازد هنوز هم از سال 1994 به این طرف که طالب به وجود آمده تقریبا 25 سال میشه 25 سال اینها هیچ وقت فکرشان تغییر نکرده. فقط میخواین تغییر موضوعی بتن و بیاین مردم قافل گیر بسازند. تشکر سلامت باشین از حضور شما از که در برنامه صبح زندگی تشریف آوردین صحبت های بسیار مفید و ارزشمند در مورد شخصیت قهرمان ملی کشور با ما بینید عزیز شریک ساختین اگر گفتنی باقی مانده باشه بفرمایید تشکر از شما ما میخوایم یک پیام داشته باشم به با کسای رهروا و ما نیز میرازدار فکر مسعود بزرگ میخوایم به کسایی که مسعود دوست دارند مسعود هیچ آرمانش تعریف شده است کسایی که از نام مسعود از فکر مسعود به گشتنی جاده ها میبرند مردم اذیت میکنند و به بهانه اجدامین سال روز شهادت قهرمان ملی افغانستان مردم توهین تحقیق میکنند اینها هیچ از مسعود نمایندگی نمیکنند بلکه توهین به آرمان و اهداف و قهرمان ملی میکنند ما خواهش ما از از اینا است که حداقل مسعود و کتاب هایی که درباره مسعود نوشته شده مراجعه کنند بخوانند و تا متوجه شوند که مسعود هیچ به تظاهر و نمایشی بودن و کارهایی که مردم از دید دیدن هیچ باور نداشت و این کار از رهروان قهرمان خیلی ممنون سلامت باشه نقاط خوب خوشبختان می آمد آمد از شما هم تشکر کنیم. وقفه کوتا می وقفه کوتاه می در ادامه با صبح و زندگی باشید تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین